عبدالله حمایت رئیس فواید عامه ولایت هرات در یک کنفرانس خبری امروز به خبرنگاران گفته است که به زودی بهره برداری از سرک هرات تورقندی آغاز می شود. رئیس فواید عامه ولایت هرات می گوید که 90% کار ساخت این پروژه تکمیل شده است و در هفته های آینده مطابقی کار آن نیز تکمیل می گردد. انجینر عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات میگوید که کار اعمار شارهای هرات تورقندی فعلا نیز جریان دارد و تا به حال 90% کار این پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. آقای حمایت همچنان میگوید که طی هفته آینده کار این پروژه به صورت کامل تکمیل میگردد و به بهره برداری سپرده می شود. رئیس فواید عامه هرات همچنان میگوید که برخی از پل‌های تخریب شده در این مسیر نیز به مرحله ساخت و ترمیم قرار دارد و بهره برداری از آنها نیز در هفته آینده صورت خواهد گرفت. خب یک مرحله تدارکات از این مشکل خورد، ابتدا مستروی و دیزاین و تمام کارهای تکنیکی از طرف ریاست تکمیل شد و منظوری را وزارت گرفتیم که این پروژه خوشبختانه انشاءالله اگر زندگی بود و نمردیم هفته آینده شاهد شروع شدن کار از اینیم و به مدت یک ماه تکمیل میکنیم به شما. و پل دیشیخ و پروانه و دو پل که شارع ایراد تورقندی، پل بزرگ شارع ایراد تورقندی بود، اگرچه پارسال یک سلسله ترمیمات ما کردیم ولی متاسفانه سیلابی که پارسال شد او ترمیمات کفایت نکرد و پلا در معرض خطره. او دو پل هم هفته آینده انشاءالله اگر زندگی بود کار ترمیمات اساسی دو پل هم شروع میشه. شارع هرات تورقندی از نظر اقتصادی برای مردم افغانستان حائز اهمیت است. ولی هرات که برای بازدید از کار ساخت این سرک رفته است میگوید که به زودی کار این پروژه را افتتاح و مردم از آن مستفید خواهد شد. و امو پروسه تدارکاتیش تکمیل شده و امی جلسه قبلی اداری را که داشتیم به صورت گرفت و انشاءالله که در زودترین فرصت او کار شروع. در این میان شماری از رانندگان میگویند که اگر به زودی کار ساخت این مسیر تکمیل نگردد، بارانهای موسمی و سیلابهای ناشی از آن این پروژه را متضرر خواهد ساخت. همین سرک کمرکلاغ بریم شما سعی کنیم. خب همین تو او کنده که اگر یک بارش هم سفر بکنه، یک شتروی بکنه، خب دیگه سرک وجود نداره دیگه. کلرنگ لاغت از طرف تورقندی و برادر تا ایراد تا اولسوالی کنون لاغت میشه دیگه چاره دیگه نمونده. سرک همه قدر خرابه که ما اگر یک بارندگی بشه دیگه رفته نمیتونه. نه پلچک داریم، نه سرک داریم، نه چی. ما 40 کیلومتر به 7 ساعت طی میکنه. امی فعلا با خشکه ولی با ترنمی که باشه خدا میدونه که چی روزگار است. نگرانی از عدم تکمیل شدن کار ساخت این سرک در حالی مطرح می شود که در گذشته مردم زیادی از مشکلات موجود در این مسیر متضرر شدند.